به نام خدا، با اولین جلسه آموزش مجازی درس حفر چاه و فضاهای زیرزمینی در خدمت شما عزیزان هستیم. تو این دوره آموزشی ما قصد داریم به تفصیل در مورد روش‌های چاه‌زنی و انفجار در تونل‌ها و چاه‌ها با شما صحبت کنیم. در ابتدای این جلسه من ابتدا به ذکر عناوین مطالبی که قراره تو این دوره آموزشی با اون آشنا بشید می‌پردازم و به صورت تیتروار اونها رو عنوان می‌کنم. اولین فصل فصل کلیات خواهد بود. کلیاتی از درس حفر چاه و تونل ابتدا مطرح میشه. بعد از اون در مورد عوامل زمین‌شناسی مؤثر بر طراحی صحبت میکنیم. در ادامه روش‌های حفاری در تونل‌هایی با زمین‌های سخت و سست توضیح داده میشن. شما با روش‌های انفجار در حفریات مختلف از جمله تونل، چاه و دویل آشنا میشید. در فصل 6 به بازگویی روش‌های حفر چاه و تونل می‌پردازیم. و بالاخره تو آخرین فصل در مورد مخاطرات تونل‌سازی و روش‌های بهسازی زمین صحبت خواهیم کرد. و اما فصل کلیات. این فصل شامل 5 زیربخش اصلی هست که به تفصیل توضیح داده میشن. ابتدا تعاریف و اصطلاحات رایجی که لازمه بدونید گفته میشه. بعد از اون تاریخچه و ضرورت تونل‌سازی رو داریم. در ادامه مراحل تونل‌سازی به تفصیل توضیح داده میشه که خودش شامل 6 زیر مرحله اصلی هست و هر کدوم از آنها جداگانه توضیح داده میشن. بعد از اون در تقسیم بندی داریم برای انواع حفریات زیرزمینی، اونها رو بر اساس موقعیت فضایی و نوع کار برایشون طبقه بندی میکنیم و در آخر به معرفی انواع روش های حفاری تونل میپردازیم. تعریف و مفاهیم اصلی. اولین اصطلاحی که لازم شما با اون آشنا بشید اصطلاح گالری هست که در واقع تونل امتدادی هست که در امتداد کانسال حفر میشه. تقریبا افقی هست، راهی به سطح زمین نداره و برای باربری و تهویه از اونها استفاده میشه. اگه گالری در داخل سنگ کمرپایین لایه حفر بشه به اون گالری موازی لایه میگیم. ولی اگه در داخل لایه حفر بشه به اون گالری دنبال لایه میگن. این در صورتیه که اگه تونل عمود بر لایه حفر بشه به اون کراسکات یا میانبر گفته میشه که در واقع کراسکات یا میانبر برای کارهایی از قبیل تهویه، باربری و عبور و مرور افراد و آبکشی استفاده میشه. اصطلاح بعدی اصطلاحی که خوب اکثر شما با اون آشنایی دارید و همونطور که میدونید یک راهروی افقی هست که از هر دو طرف به فضای آزاد راه داره و مخصوص کارهایی از قبیل جاده سازی هستش. اما تونل معدنی یک راهروی افقی هست که عمود بر لایه در داخل سنگ حفر میشه و مستقیم با سطح زمین ارتباط داره. برای باز کردن معدن، حمل و نقل، تهویه و اکتشاف از اینها استفاده میشه. در مقابل حفریات افقی که نام بردیم، ما یه سری از حفریات مایل رو هم داریم. مثل چی؟ مثل اینکلاین. اینکلاین در واقع یک گالری شیبداری هست که به صورت مایل در داخل سنگ حفر میشه. برای باربری، تهویه، عبور و مرور افراد و بالا بردن ماده معدنی و وسایل از اینها استفاده میشه. بریکینگ اینکلاین رو داریم که مشابه با حالت قبلی هست، با این تفاوت که برای پایین بردن ماده معدنی از اینها استفاده میشه. و گروینگ اینکلاین که باز مشابه با حالت قبلیه ولی ماده معدنی به وسیله نیروی ثقل به سمت پایین حرکت میکنه. حفریه مایل دیگه‌ای که داریم حفریه ریز هست که جهت حفر اون همونطور که توی شکل ملاحظه میکنید به سمت بالا هست و برای تهویه و رفت آمد افراد از اونها استفاده میشه. و در مقابل اصطلاح ریز اصطلاح وینز رو داریم که جهت حفر اون مخالف با حالت ریز از بالا به سمت پایین هست. علاوه بر حفریات افقی و مایل که نام بردیم، یه سری از حفریات قائم رو هم ما داریم. مثل چاه‌های اصلی یا مین شافت که برای باربری از اینها استفاده میشه. چاه‌های فرعی رو داریم مانند چاه تهویه و آبکشی و چاه کور یا بلین شافت که برای جابجایی افراد استفاده میشه. و در آخر چاهک یا تسپید که حفاری های قائمی هستن که برای اکتشاف از اینها استفاده میشه. در ادامه این جلسه من میخوام تا در مورد تاریخچه و ضرورت تونل سازی با شما صحبت کنم. تا
تاریخچه تونل‌سازی به حدود 4000 سال قبل برمی‌گرده. قدیمی ترین تونل شناخته شده حدود 4000 سال قبل توی بین النهرین حفر شده. این تونل به طول تقریبی 1 کیلومتر بود، از زیر رود دجله و فرات حرکت میکرد و قصد پادشاهی بابل رو به معبد اختصاصی اون وصل میکردش. انسانهای اولیه خوب به اهمیت تونل ها خوب پی برده بودن و فهمیده بودن که برای اینکه بتونن به ماده معدنی و کانی های مثل سنگ چخماق دست پیدا کنن و بتونن از فلزاتی مثل مس، برنز و طلا استفاده کنن، بایستی که یک سری از عملیات معدنکاری سطحی و زیرزمینی رو انجام بدن. که عملیات معدنکاری زیرزمینی نقش مهمی توی پیشرفت تونل‌سازی داشت. تونل‌سازی توی توسعه صنعت هم نقش مهمی داشت. توی قرن 18 و 19 میلادی اولین خط مترو جهان در سال 1863 در مرکز لندن شروع به کار کرد که این خط مترو روزانه حدود 41 هزار نفر رو جابجا می‌کردش. در مورد تاریخچه و ضرورت تونل‌سازی تو ایران هم میتونیم بگیم که به حدود چند هزار سال قبل برمیگرده. ایرانیان در واقع برای اینکه بتونن از آب‌های زیرزمینی استفاده کنن از تونل‌هایی به نام قنات استفاده می‌کردن که طول اونها به 70 کیلومتر هم می‌رسیدش. تعداد قنات ایران رو میتونیم بالغ بر 50 هزار رشته نام ببریم و قدیمی‌ترین قنات ایران قنات قصبه گناباد هست با سابقه بیش از 2500 سال که برای تامین آب با طول بیش از 33 کیلومتر در خراسان قرار داره و از اون استفاده میشه. و اما مراحل تونل سازی. مراحل تونل سازی شامل 6 تا مرحله اصلی هست که در ادامه به ترتیب من اونها رو برای شما توضیح میدم. اولین مرحله، مرحله تهیه طرح تونل هست که در اون نحوه مشخصات تونل و شکل و ابعاد اون نسبت به ساختارهای زمین‌شناسی بررسی میشه. دومین مرحله، مرحله نقشه برداری مسیر هست. این مرحله قبل از حفاری و احداث تونل هست. در واقع قبل از اینکه تونل حفر بشه بایستی که بیان و منطقه رو مطالعه کنیم و مناسبترین مسیر تونل رو انتخاب کنیم. خب اون چیزی که مسلم و واضح هست این هستش که این مطالعات مسلماً زمانبر و هزینه بر هستن. اما باید بدونید که بدون انجام اون هم ممکنه که یه سری اشکالات اساسی تو حفر تونل ایجاد بشه. مشکلاتی مثل افزایش هزینه ها و افزایش زمان پیش بینی. حتی گاهی ممکن هستش که مسیر تونل هم تغییر بکنه. پس انجام مطالعات نقشه برداری قبل از کار حفاری تونل یکی از مراحل اصلی در تونل سازی هست. سومین مرحله از مراحل تونل سازی مرحله حفر تونل هستش. حفاری تونل عمدتاً به دو تا روش سنتی و مکانیزه به وسیله ماشین انجام میشه که در ادامه این جلسه من بیشتر در مورد اونها صحبت میکنم و در جلسات بعدی با جزئیات بیشتری با اونها آشنا میشید. بعد از حفاری تونل نیاز هستش که یک سری کار نگهداری هم در داخل تونل ها انجام بشه. تونل ها رو عمدتاً به دو تا صورت نگهداری موقت و دائم نگهداری میکنن. نگهداری موقت توی زمین های سست و ناپایدار انجام میشه و بلافاصله بعد از اینکه کار حفاری تموم میشه لازمه که نگهداری موقت انجام بشه. در مورد سازه هایی که عمرشون کوتاه تر هستش استفاده میشه و سازه هایی که نیاز به نگهداری دائم ندارن عمدتاً از نگهداری موقت استفاده میشه. مرحله بعدی انجام خدمات فنی هستش. انجام خدمات فنی مثل چی؟ مثل کارهایی از قبیل تهویه، آبکشی و روشنایی که در داخل تونل ها انجام میشه. و آخرین مرحله، مرحله نگهداری دائم تونل هستش. از نگهداری دائم برای اینکه بتونن زون خورشده اطراف تونل رو کنترل کنن استفاده میکنن. توی سازه هایی با عمر طولانی و درجه اهمیت بالا از اینها استفاده میشه و عمدتاً به صورت صلب و یکپارچه هستن. در بخش بعدی طبقه بندی داریم برای انواع حفریات زیرزمینی و اونها رو به 3 دسته کلی تقسیم بندی میکنیم. تونل ها به 3 دسته تونل های حمل و نقل، تونل های صنعتی و تونل های معدنی عمدتاً تقسیم بندی میشن. تونل های حمل و نقل همونطور که از اسمشون مشخص هست برای رفت و آمد افراد و حمل و نقل مواد احداث میشن. شامل چی هستن؟ شامل تونل های راه آهن، تونل های بزرگ راه ها، تونل های کشتیرانی یا ناوبری و تونل های مترو میشن. علاوه بر تونل های حمل و نقل ما تونل های صنعتی رو هم داریم که برای انتقال مواد و تأسیسات حفر میشن. به گروه های نیروگاه های آبی، تونل های انتقال آب و فاضلاب و تونل های نظامی و دفن زباله های اتمی تقسیم بندی میشن.
و اما تونل های معدنی که بحث اصلی ما توی این دوره آموزشی هستند به منظور احداث شبکه معادن حذف میشن، شامل تونل های اکتشافی، تونل های استخراجی مثل راهروهای معدنی و گالری ها و تونل های خدمات رسانی و زهکشی هستند. علاوه بر این تقسیم بندی دیگه ای هم داریم و تمام حفریات رو با توجه به موقعیت فضایی اونها به سه تا گروه اصلی تقسیم بندی میکنن. اولین گروه حفریات افقی یا طبقه هستند که با توجه به طول عمرشون به دو دسته حفریات دائم و موقت تقسیم بندی میشن. حفریات دائم تو طول عمر معدنکاری برای استخراج فعال هستند، مثل چی؟ مثل میانبرها که در ابتدای جلسه شما با تعریف اونها آشنا شدید و حفریات موقت یا توسعه‌ای هم که برای استخراج طراحی میشن مثل حفریات موازی هستند. دسته دوم حفریات مایل هستند که اینها هم به دو دسته دائم و توسعه‌ای تقسیم بندی میشن، مثل شوت‌های دمپ که از اونها برای عبور مواد معدنی استفاده میشه و حفریات توسعه‌ای مایل مثل ریز و وینز که برای ریزش ماده معدنی و جابجایی افراد از اونها استفاده میشه. حفریات عمودی هم سومین گروه هست حفریات هستند که خودشون باز به دو دسته دائم و موقت تقسیم بندی میشن، مثل چاه اصلی، چاهای فرعی و چاه کور و تسپید. علاوه بر تقسیم بندی که داشتیم و حفریات رو بر اساس موقعیت فضایی تقسیم بندی کردیم، اونها رو میتونیم بر اساس نوع کاربردشون هم به دو دسته فضاهای زیرزمینی معدنی و فضاهای غیر معدنی تقسیم بندی کنیم. فضاهای زیرزمینی معدنی عمدتاً برای استخراج ماده معدنی ازشون استفاده میشه، مثل گالری های اکتشافی و بازکننده ها هستن و اینا دارای کاربری موقت هستن. اما حفریات غیر معدنی برای حمل و نقل اصولا ازشون استفاده میشه و دارای کاربری دائم هستن، مثل تونل های راه آهن، مترو و بقیه مقارها. در واقع تفاوت اصلی بین تونل های معادن و حمل و نقل در طول عمر اونها هستش. هدف اصلی خب از حفریات معدنی دسترسی به ماده معدنی و استخراج اونها هستش. به همین خاطر عمر معینی دارن و بعد از اینکه کار استخراج تموم میشه اینها هم به حالت متروکه رها میشن. در صورتی که در مورد تونل های حمل و نقل یه سازه دائمی هستن و به صورت طولانی طراحی میشن. به همین خاطر سیستم نگهداری که توی تونل های معدنی و غیر معدنی وجود داره با همدیگه متفاوت هستش. تفاوت دیگه ای که میتونیم در مورد تونل های معدنی و غیر معدنی بگیم در مورد اندازه تونل ها هست. همونطور که توی شکل مشاهده میکنید تونل های معادن عمدتاً کوچکتر هستند، در صورتی که تونل های عمرانی از ابعاد بزرگتری برخوردار هستند. همچنین شکل تونل ها هم توی تونل های معدنی خیلی مهم نیستش، ولی تو تونل های غیر معدنی شکل نهایی تونل مهم هست. علاوه بر مواردی که گفتیم تو تونل های معدنی لازم هستش که فرد یا افرادی برای کارهای فنی و ایمنی در طول کار حفاری در داخل تونل حضور داشته باشن. اما تو تونل های حمل و نقل بعد از اینکه کار معدن تموم میشه به ندرت کسی توی محل حضور داره. در ادامه این جلسه میخوام تا در مورد انواع روش های حفاری با شما بیشتر صحبت کنم. روش های حفاری رو به صورت کلی به دو دسته روش های چالزنی و روش های مکانیزه تقسیم بندی میکنم. چرخه ای از روش چالزنی و آتشباری رو در داخل شکل ملاحظه میکنید، اما تو این جلسه ما قصد نداریم تا در مورد اینها صحبت کنیم. فقط میخواییم به معرفی از این روش بپردازیم و در فصل‌های بعدی به تفصیل در مورد اونها صحبت خواهیم کردش. از جمله مزیت‌های روش‌های سنتی این هستش که اینها برای هر نوع شیبی قابل کاربرد هستند و دارای انعطاف‌پذیری بسیار بالایی هستند نسبت به روش‌های مکانیزه و به خاطر اینکه از روش‌های انفجاری استفاده میشه برای هر نوع سنگی با هر نوع مقاومتی قابل کاربرد و نسبت به روش‌های مکانیزه دارای هزینه‌های اجرایی نسبتاً پایین‌تری هستند. در مقابل روش‌های سنتی ما روش‌های مکانیزه رو داریم. روش‌های مکانیزه خودشون به دو دسته روش‌های حفاری تمام مقطع توسط دستگاه TBM و روش حفاری بخشی توسط دستگاه روتدر تقسیم بندی میشن. از این روش ها برای حفاری تمام مقطع و بخشی استفاده میشه، نسبت به روش های دیگه خوب چون مکانیزه هستن از سرعت حفاری بالاتری برخوردار هستن و برای تونل هایی با سطح مقطع دایره‌ای و نرم‌اسفلی استفاده میشه
و نسبت به روش‌های سنتی از هزینه‌های اجرایی بالاتری برخوردار هستند. خب توی این جلسه ما در مورد روش‌های حفاری صحبت کردیم، اما توی جلسات بعدی در مورد آنها به تفصیل صحبت خواهیم کرد. در اینجا من این جلسه رو به پایان می‌برم و ضمن آرزوی موفقیت برای شما عزیزان. به نام خدا، با دومین جلسه آموزش مجازی درس حفر چاه و فضاهای زیرزمینی در خدمت شما عزیزان هستیم. تو این جلسه در مورد مطالعات ساختگاهی و مخاطرات زمین صحبت می‌کنیم. در ابتدای جلسه عوامل زمین‌شناسی مؤثر بر طراحی مطرح میشه. در ادامه شما آشنا میشید با مراحل مطالعات ساختگاه تونل. بعد از اون در مورد اکتشافات ساختگاهی و ارزیابی‌های مکانیک سنگی صحبت خواهیم کرد. و اما عوامل زمین‌شناسی مؤثر بر طراحی، لازمه شما بدونید که زمین‌شناسی محل حفریات از مهمترین عواملی هست که توی طراحی حفریات نقش داره. در واقع شناسایی محل حفریات نه تنها تو انتخاب محل حفاری و روش نگهداری تأثیر میذاره، بلکه باعث شناسایی مخاطرات زمین‌شناسی هم میشه. در واقع وجود ضعف تو ساختار توت سنگ مثل چی؟ مثل درزه، گسل و بقیه ناپیوستگی‌ها باعث ناپایداری توی حفریات میشه. و اگه شرایط حفاری خطرناک باشه، باید حداقل کار حفاری متوقف بشه یا به کندی انجام بشه. مثلا طول راه کندوان که در حال تعویض اون بودن، به خاطر سست بودن زمینای اطراف تونل، یه تونل کوچیک به طول 2 کیلومتر حدود 36 ماه طول کشید. در نتیجه شناسایی جنس مصالح زمین و مخاطراتی که میتونه تونل رو تهدید کنه مهم هستش. ولی اون چیزی که مسلمه اینه که اگه این خطرات نادیده گرفته بشه و یا برعکس بزرگ نمایی بشه، هر دو برای پروژه ضرر خواهد داشت. پس باید به دقت بررسی بشه. واکنش زمین نسبت به ایجاد تونل به صورت کلی به 2 دسته تقسیم بندی میشه. اگه شرایط حفاری زمین مناسب باشه، پس برای حفر تونل مشکل خاصی نداریم. اما در مورد زمین‌های نامناسب، ممکنه که احداث تونل با یه سری خطراتی همراه باشه و توقف و تأخیر اون باعث افزایش غیرعادی هزینه‌ها بشه. عوامل اصلی تعیین کننده شرایط زمین شامل 4 گروه هست که در ادامه من اونها رو به صورت کامل با تفصیل بیشتری برای شما توضیح میدم. اولین گروه مشخصات سنگ و خاک هست. بعد از اون وجود ناپیوستگی ها، هجوم آب و گاز به درون لایه و در داخل تونل و شرایط تکتونیکی شامل تنش ها و حرارت زمین هم میتونه بر روی زمین تاثیرگذار باشه که در ادامه با اونها بیشتر آشنا میشید. منظور از مشخصات سنگ چیه؟ منظور از مشخصات سنگ یعنی اینکه کانی‌های موجود توی اون سنگ روی خواص مهندسی سنگ میتونه تأثیر بذاره. مثلا بعضی از سیلیکات‌ها مثل کوارتزیت و اولوین از جمله کانی‌های سخت‌تر هستن. پس در نتیجه مقاومت سنگ رو افزایش میدن. و خواص اینها باعث میشه که حفر و برش سنگ‌های سخت به مراتب مشکل‌تر باشه. از اون طرف ما بعضی از کانی‌ها رو داریم مثل چی؟ مثل میکا و کلسیت که به سرعت هوازده میشن و باعث میشه که مقاومت سنگ کاهش پیدا کنه. همونطور که میدونید سنگ‌ها به 3 گروه اصلی تقسیم بندی میشن: سنگ‌های رسوبی، آذرین و دگرگونی. دسته اول سنگ‌های رسوبی هستن که در مقایسه با سنگ‌های آذرین اصولاً مقاومت کمتری دارن. برای حفاری با ماشین مناسب‌تر هستند، ولی اگه هوا زده بشن امکان داره که در داخل آب حل بشن و به خاطر وجود لایه‌های نازک رس در داخل اونها میتونن مشکل ساز بشن. از طرف دیگه سنگ‌های آذرین رو داریم که معمولاً دارای مقاومت بالایی هستن، حفاری توی اونها مشکل هست و ساختارهایی مثل دایک و سیل میتونه خودش باعث ورود آب به داخل تونل بشه. در نتیجه حفریاتی که توی سنگ‌های آذرین حفر میشن اصولاً نیازی به نگهداری ندارن. اما سنگ‌های آذرین ریزدانه مقاوم هستن، به خصوص در مقابل هوازدگی، ولی ساختارهایی مثل دایک و سیل میتونن مسیر ورود آب به داخل تونل باشن. سنگ‌های آذرین خروجی رو هم داریم که اینها دارای خلل و فرج زیادی هستن و در مقابل هوازدگی بسیار ضعیف هستن.
سوم گروه سنگ‌ها، گروه سنگ‌های دگرگونی هستند. اینها در مقابل فشار و حرارت بالا دوباره شکل بروری به خودشون میگیرند و تورق و شیستوزیته بالایی دارند. اما سنگ‌های مثل اسلیت و فیلیت میکادال پتانسیل زیادی در مقابل هوازدگی دارند. اما سنگ‌های مثل مرمر و کوارسیت متورق و شیستوزیته نیستند و مقاومت بالایی دارند و وجود میکا باعث کاهش مقاومت سنگ‌ها میشه. به همین خاطر سنگ‌هایی مثل اسلیت و فیلیت و شیست میکادال پتانسیل بالایی در مقابل هوازدگی دارند. در ادامه میخوام در مورد آماس کف تونل صحبت کنم. آماس کف تونل یکی از پدیده‌های تونل سازی هستش که توی زمین‌های آماس‌پذیر به خصوص توی سنگ‌های رسوبی ضعیف اتفاق می‌افته. تو این زمین‌ها سنگ‌های خمیری کف تونل اصولاً نسبت به تغییرات حساس هستند. اما اگه زمین اطراف تونل آماس‌پذیر باشه، باعث تغییر شکل سیستم نگهداری هم میشه. علاوه بر اینها تونل هایی رو هم داریم که با مقطع چارگوش هستند که اینها هم آماس کف تونل و دیواره ها باعث خمش و کمانش دیواره ها میشه. اما اگه یک لایه آماس پذیری بین سنگ های مقاوم قرار بگیره، باعث میشه که تورم لایه رو داشته باشیم و باعث خمیدگی دیواره ها و خسارت به سیستم نگهداری میشه. پس اگه سنگ سالم یعنی محکم و بک باشه، این سنگ خودش خود نگهدار هستش و نیازی به سیستم نگهداری نداره، ولی خب حفرش مشکل هستش. اما اگه سنگ داره یه سطوح ضعیفی باشه، باعث میشه که نیاز به سیستم نگهداری موقت و دائم داشته باشه. علاوه بر سنگ‌های بک، خاک‌های سف یا هم خاک‌های چسبنده هم شرایط بهتری رو برای حفاری برای ما فراهم می‌کنن. چرا؟ چون این خاک‌ها تا چند روز میتونن بدون سیستم نگهداری پایدار بمونن. اما خاک‌های ضعیف به خاطر اینکه چسبندگی اونها کم هستش، ممکنه که به داخل تونل ریزش داشته باشن. پس در نتیجه میتونیم بگیم که هر چقدر که خاک چسبنده تر باشه، امکان احداث تونل های با مقطع بزرگتر افزایش پیدا میکنه. و اما دومین عاملی که در شرایط زمین تاثیرگذار هستش، همونطور که گفتیم، ناپیوستگی ها هستن. ناپیوستگی در واقع شکستگی مکانیکی هستش که در داخل سنگ اتفاق میفته. از جمله انواع ناپیوستگی ها ما میتونیم به چین خوردگی، گسل و لایه بندی اشاره کنیم. ناپیوستگی ها خب مسلماً مقاومت سنگ رو کاهش میدن تا حدی که اگه شدت درزداری در داخل اینها زیاد باشه به خاک تبدیل میشن. اما چین خوردگی خودش معمول ترین پدیده ساختاری هستش که اصولا توی سنگ های رسوبی به خوبی مشخص هستش، اما تو همه سنگ ها میتونه اتفاق بیفته که ابعاد چین خوردگی تو سنگ ها با همدیگه فرق میکنه. بخشی از اونها ممکنه که چند سانت باشه، بعضی از اونها ممکنه که تا چندین کیلومتر هم وجود داشته باشه. اگه چین خوردگی در داخل سنگ ها وجود داشته باشه، پدیده تمرکز تنش رو داریم و اگه این میزان این تنش ها زیاد باشه، پدیده انفجار سنگ رو خواهیم داشتش. در ادامه من مثال هایی رو آوردم که تاثیر چین خوردگی رو در داخل تونل سازی نشون میده. همونطور که توی شکل میبینید، اگه تونل در داخل چین تاغدیز حفر بشه و در بالای سنگ های نفوذپذیر ما یک لایه نفوذناپذیری داشته باشیم، ممکنه که بالای تاغدیز گاز متان جمع بشه که تو این حالت نیاز به سیستم آتشباری مخصوصی خواهیم داشتش. شکل بعدی همونطور که میبینید، اگه تونل در داخل ناودیز حفر بشه، لایه های نفوذپذیر و در زیر لایه نفوذپذیرمون یک لایه نفوذناپذیری داشته باشیم، احتمال هجوم آب به داخل تونل هستش. و در شکل بعدی همونطور که میبینید، اگه حفر تونل در داخل سنگ‌های چین خورده اتفاق بیفته و توی سنگ‌ها تمرکز تنش رو داشته باشیم، در نتیجه مقاومت سنگ‌ها کاهش پیدا می‌کنه و احتمال ریزش قطعه‌های سنگ به داخل تونل وجود داره. ناپیوستگی بعدی که داریم گسل‌ها هستن. گسل‌ها هم خوب باعث ایجاد صفحه‌های شکستگی توی سنگ میشن که بعد از حفر خوب احتمال لغزش قطعات سنگ به داخل تونل وجود داره. در ادامه مثال هایی رو آوردیم که تأثیر گسل رو توی حفاری و پایداری تونل نشون میده. همونطور که توی شکل میبینید، گسل میتونه خودش با صورت یه معبری برای عبور آب زیرزمینی به داخل
تونل عمل کنه و در واقع عبور آب از بعضی از سنگ‌ها مثل سنگ آهک باعث میشه که حفره در داخل سنگ ایجاد بشه که باید توی موقع طراحی سیستم نگهداری به اون توجه بشه. حالت دیگه ممکن هستش که به خاطر لغزش و حرکت دیواره‌های گسل اتفاق بیفته و سنگ‌ها خرد میشن و در امتداد صفحه گسل حرکت میکنن و یه حالتی به اسم گوژ رو ایجاد میکنن که اگه گوژ داره مواد رسی باشه به خاطر جذب آب توده خمیری شکل ایجاد میشه و به مرور زمان به سمت تونل حرکت میکنه. در نتیجه باعث ریزش های خطرناکی داخل تونل میشه. پس باید از وضعیت گوژ گسل هم اطلاع داشته باشید و موقع طراحی تونل بهش توجه بشه. همونطور که میتونید سطوح گسل خودش در واقع یه صفحاتی با اصطکاک ضعیف هستن و چسبندگی اونها خوب کم هستش. به همین خاطر احتمال ریزش این بخش‌ها به داخل تونل وجود داره. و مورد دیگه‌ای که وجود داره این که اگه آب زیرزمینی از شکاف گسل‌ها عبور کنه احتمال هوازدگی عمیق توی سنگ‌های گسل وجود داره. در نتیجه کاهش مقاومت اونها رو داریم تا عمق زیادی نسبت به سطح زمین که باید به این موارد هم در موقع طراحی توجه بشه. عامل بعدی درزه ها هستن. درزه ها به صورت کلی باعث ضعیف شدن توده سنگ میشن و زمان پایداری سنگ رو خوب تغییر میدن. در نتیجه ریزش سنگ موقع حفر تونل رو داریم. در ادامه مثال هایی رو داریم که تاثیر درزه رو بر پایداری تونل نشون میده. تو این شکل دست درزه های موازی و در این حال عمود برهم رو داریم که باعث میشه توده سنگ به یه سری قطعاتی تقسیم بشه که خطر اونها به داخل تونل هستش. شکل بعدی که داریم همونطور که توی شکل میبینید سطح درزه های اصلی منطقه نسبت به محور تونل به حالت مایل قرار داره. به همین خاطر احتمال سقوط قطعه سنگ به داخل تونل هستش. این خودش باعث ناپایداری سنگ توی سقف تونل و یکی از دیواره های تونل میشه. اگه سطح لایه بندی افقی باشه ولی دست درزه ها به حالت قائم قرار داشته باشن توده سنگ به یه سری قطعه ورقه شکلی تبدیل میشه. باعث ناپایداری در داخل سقف تونل میشه. همونطور که توی شکل هم به خوبی اینو میتونید مشاهده کنید. و آخرین حالت حالتی هستش که سطح لایه بندی قائم باشه و دست درزه ها به حالت افقی قرار داشته باشن که توی این حالت هم سقوط قطعه سنگ رو به داخل تونل داریم که توی این موارد باید بلافاصله بعد از اینکه کار حفاری تموم میشه سیستم نگهداری موقت رو نصب کنیم. و اما هجوم آب زیرزمینی به داخل تونل. ورود آب هم به داخل حفریات خودش میتونه با توجه به نوع سنگ و خاک باعث مشکلاتی بشه. مثلا تو زمین‌های خاکی ورود آب باعث کاهش مقاومت مکانیکی زمین میشه و باعث ایجاد ناپایداری‌هایی میشه و تو زمین‌های سنگی هم باعث میشه که سرعت کارمون کم بشه و مشکلاتی و موقع حفر تونل داشته باشیم. پس ورود آب زیرزمینی هم به داخل حفریات میتونه باعث ایجاد حفره بشه و خطر ورود توده سنگ یا خاک رو به داخل تونل افزایش بده. بنابراین باید پیشگیری کنیم از ورود آب به داخل تونل. در واقع باید قبل از حفر تونل مطالعات آبشناسی به خوبی انجام بشه. چون ممکنه که آب حالت خورندگی داشته باشن و به وسایل نگهداری ما آسیب برسونن. برای انجام این کار اصولاً از زهکشی استفاده میکنن و آب رو به محیط بیرون تونل هدایت میکنن. و یا اینکه میان از لایه بندی استفاده میکنن و نفوذ ناپذیر میکنن و آب بند میکنن محیطو. علاوه بر هجوم آب، خطر هجوم گازهای محبوس بین لایه‌ای رو هم به داخل تونل ها داریم. گازها خب به صورت طبیعی تو سنگ ها همونطور که میدونید وجود دارن که موقع حفر تونل میتونه مشکلاتی رو ایجاد کنه. وجود گاز به داخل تونل اصولاً باعث تلفات انسانی میشه چون شناسایی نواحی گازخیز مشکل هستش. پس باید خطر هجوم گاز در نظر گرفته بشه و یه سری تمهیداتی رو از قبل انجام بشه. در واقع با مطالعه زمین‌های مشابه شما میتونید از طریق روش‌های ژئوفیزیکی مقدار گاز رو توی گمانه‌های اکتشافی اندازه‌گیری کنید
و کلن مسیر تونل رو به سه تا بخش تقسیم بندی میکنن. بخشهایی با گازخیزی بالا، بخشهایی با گازخیزی متوسط و بخشهایی بدون گازخیزی. مهمترین گازهایی هم که در داخل تونل ها داریم اصولا به سه دسته تقسیم بندی میشن. گازهای مضری هستن مثل گاز CO2 که سمی هستش، گازهای خیلی مضر مثل همون سولفید هیدروژن که خیلی سمی هستن، و گازهای خطرناک مثل چی؟ مثل گاز متان که قابل انفجار هست. و اما تنش ها و حرارت درون زمین. هرچقدر که خب عمق زمین افزایش پیدا میکنه، همونطور که میدونید به خاطر نزدیکی به توده های آذرین گرمای زمین افزایش پیدا میکنه. در واقع به ازای هر 30 متر یک درجه افزایش درجه حرارت رو داریم که ممکنه که توی تونل سنگ هایی داشته باشیم که دمای بالایی دارن که تو این موارد حتی دما ممکنه که به 63 درجه هم برسه. در نتیجه فوران آنی گاز متان رو میتونیم داشته باشیم. اگه چشمه آب گرم اطراف منطقه باشه میتونه نشونه این باشه که احتمال اینکه آب داغ به داخل تونل جریان پیدا کنه وجود داره. به همین خاطر باید موقع حفر گمانهای اکتشافی یه سری عملیات دماسنجی رو هم انجام بدیم و با توجه به اونا شیب زمین گرمایی منطقه رو تعیین کنید و دمای سنگ‌ها رو محاسبه کنید. موضوع دیگه تنش‌ها هستش. در واقع حفر تونل تو سنگ‌ها باعث میشه که وضعیت تنش‌های اطراف تونل هم نسبت به حالت قبل از احداث تونل تغییر کنه که باعث میشه که مشکلاتی رو توی دیواره‌ها و سیستم نگهداری داشته باشیم. پس اگه تونل تو زمین‌های نامناسب حفر بشه و سیستم نگهداری مناسب نباشه، سقف تونل ریزش پیدا می‌کنه. بنابراین تو مرحله طراحی تونل باید مقدار و جهت تنش‌ها رو از طریق یه سری آزمایش‌های صحرایی و آزمایشات برجا مشخص بشه که در ادامه با اونها شما بیشتر آشنا خواهید شد. و اما مطالعات ساختگاه تونل. همونطور که قبلا هم گفتیم، قبل از حفر و احداث تونل باید تو منطقه یه سری مطالعاتی انجام بشه تا مناسب‌ترین مسیر رو برای تونل انتخاب کنیم. از جمله این مطالعات میتونیم به جمع‌آوری اطلاعات منطقه، بررسی عکس‌های هوایی از منطقه‌ای که مورد مطالعه هست، مطالعات زمین‌شناسی و ژئوفیزیکی اشاره کنیم. علاوه بر اینها، حفر گمانه‌های اکتشافی، بررسی وضعیت آب‌های منطقه، حفاری گالری‌ها و انجام آزمایشات برجا و بررسی‌های آزمایشگاهی هم موارد دیگه‌ای هست که به مسیریابی تونل کمک میکنه. و اما اکتشافات ساختگاهی چی هست؟ اکتشافات ساختگاهی همونطور که گفتیم یکی از مراحل اصلی مطالعات ساختگاهی هست. این مرحله شامل حفر گمانه‌های اکتشافی هست که هدف از حفر ما چی هست؟ هدف این هستش که بیایم شناسایی کنیم وضعیت منطقه رو، ضخامت و جنس و مشخصات فیزیکی و مکانیکی سنگ‌ها رو که تونل قرار از داخل اونها عبور کنه. علاوه بر اینها تراز سفره آب زیرزمینی رو هم میتونیم مشخص کنیم. در مورد آرایش گمانه‌ها باید به مرحله یا فازی که داخل اون هستیم توجه بشه که خودش شامل سه مرحله هستش. اولین مرحله، مرحله اکتشاف یا فاز صفر هستش. در واقع تو این مرحله کار اکتشافی انجام میشه. برای چی؟ برای اینکه بفهمیم که محل اقتصادی هست یا نه. دومین مرحله فاز مطالعات و نمونه برداری هستش. برای چی؟ برای اینکه مشخص بشه با توجه به برداشت‌های زمین‌شناسی که داشتیم پروژه مناسب هست یا نه. و در مرحله سه یا همون فاز آخر، بعد از اینکه با استفاده از نمونه برداری و آزمایشات برجا حفاری اکتشافی رو تحلیل کردیم، پایداری تونل بررسی میشه و بعد از اون شروع به سرمایه گذاری کنیم. پس حفاری اکتشافی شامل چند مرحله هستش. تو مرحله اول میان گمانه ها رو به فاصله های نسبتاً دور از همدیگه حفر میکنن تا یه شناسایی از وضعیت کلی لایه ها و آب منطقه داشته باشن. تو مرحله بعد میان چیکار میکنن؟ تو فواصل گمانه های قبلی یه سری گمانه حفر میشه که فاصله گمانه ها با توجه به نوع زمین تعیین میشه. اگه زمین ما یک دست باشه گمانه ها دور از هم حفر میشن و
ولی اگه زمین پیچیده باشه گمانه ها خب نسبتاً به هم نزدیکتر حفر میشن. پس باید تو بخشایی که پیشبینی میشه مشکلات بیشتری هستش و نیاز به اکتشاف بیشتری داره گمانه های بیشتری هم حفر بشه، که این بخش ها شامل مواردی هست که در ادامه من اونها رو برای شما آوردم. اولین مورد دهانه های تونل هست. بعد از اون قسمت های از مسیر هستش که فاصله اونها تا سطح زمین کم هستش. چرا؟ چون این قسمت ها معمولا ضعیف‌تر هستن. بعد از اون قسمت هایی هستش که عمق هوازدگی سنگ ها زیاده. مناطق سست و آبدار و بخش های برشی هم جزء مواردی هستند که نیاز به حفاری بیشتری در داخل اونها وجود داره. و اما برای حفر گمانه ها روش های مختلف وجود داره که در ادامه توضیح میدیم. اولین مورد حفاری با استفاده از پرمای مارپیچ دستی هست که از اون برای حفر گمانه های کم عمق تو خاک اصولا استفاده میشه. حفاری با پرمای مکانیکی رو داریم که برای حفر گمانه تو خاکهای چسبنده استفاده میشه و روش حفاری شستشویی که اصولا برای حفر گمانه توی شن، ماسه و روز استفاده میشه. علاوه بر اینها ما دستگاه حفاری دورانی رو هم داریم که برای حفر گمانه و مغزگیری توی سنگهای سخت هست و دستگاه حفاری ضربه‌ای که برای حفاری تو تمام حالت‌ها مناسبه به جز گمانه‌های عمیق تو سنگ‌های سخت. از بین روش‌هایی که نام بردیم، روش پرمای مارپیچ دستی تو مطالعات ساختگاهی تونل خیلی کاربرد نداره، چون عمق حفاری از 5 متر بیشتر نمیشه و بیشتر برای اهداف عمومی از اینها استفاده میشه. روش حفاری ضربه‌ای هم یه روش عملی و اقتصادی هستش و در واقع بهترین روش نمونه‌گیری از سنگ ها هستش. و اما ارزیابی های مکانیک سنگی. ارزیابی مکانیک سنگی به چه معناست؟ به معنی اندازه‌گیری مشخصات فیزیکی و مکانیکی سنگ ها هستش که اصولاً به حالت آزمایشات برجا و یا مطالعات آزمایشگاهی انجام میشه. بخشی از مراحل مهمی هستش که باید تو مطالعات قبل از احداث تونل انجام بشه. از جمله آزمایشات برجا که میتونیم به اونها اشاره کنیم، آزمایش بارگذاری صفحه‌ای هست، آزمایش جک تخت و آزمایش مغزگیری مجدد که در ادامه هر یک از اینها به تفصیل توضیح داده میشن. اما هدف از انجام این آزمایش ها چیه؟ هدف این هستش که ما بیایم و ابتدایی که بررسی کنیم وضعیت سنگ ها رو برای طراحی و روش نگهداری موقت و دائم سنگ ها رو بررسی کنیم. بعد از اون میتونیم با استفاده از اینها پارامترهایی رو که برای طراحی سیستم دیواره های تونل لازمه رو مشخص کنیم. پایداری سنگ ها رو هم شما میتونید در فاصله دو تا تونل مجاور تعیین کنید و یه سیستم مناسب رو برای حفاری تونل انتخاب کنید. علاوه بر اینها میتونید با توجه به شرایط فیزیکی سنگ ها هزینه های احداث تونل رو برآورد کنید و اطلاعات لازم رو در مورد وضعیت سنگ ها به دست بیارید. و اما آزمایش بارگذاری صفحه‌ای. با استفاده از این آزمایش شما میتونید بیاید و مقاومت برجای سنگ رو با توجه به تغییر شکل پذیری سنگ ها تو حالت برجا برآورده کنید. در واقع تو این آزمایش یه جک هیدرولیکی در داخل گمانه های اکتشافی نصب میشه، به دیواره گالری فشار وارد میشه. همونطور که توی شکل میبینید در دو طرف جک دو تا صفحه فولادی قرار داره که فشار جک رو به صورت یک نواخ به زمین منتقل میکنه. نیروی وارده به دیواره ها بین 50 تا 500 تن تغییر میکنه که تو هر حالت میزان تنش مؤثر رو و تغییر شکلی که حاصل شده رو اندازه گیری میکنن و با توجه به اطلاعاتی که به دست آوردن منحنی تنش رو رسم میکنن و با استفاده از اون ضریب کشتانی سنگ رو تو حالت برجا محاسبه میکنن. آزمایش بعدی آزمایش جک تخ هست که توی این آزمایش
برای تعیین تنش‌های برجا تو سنگ استفاده میشه که برای طراحی سیستم حفاری و نگهداری تونل‌ها شما باید جهت و اندازه این تنش‌ها رو بدونید. در واقع تو این آزمایش اول میان چیکار میکنن؟ تو بخشی از سطح گالری که خوب صاف هستش، در امتداد یک خط مستقیم با استفاده از میخ تو دیواره نقاطی رو به عنوان نقطه مبنا مشخص میکنن و به طور دقیق فاصله بین اینها رو اندازه گیری میکنن و درست در نقطه وسط اینها